بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه. پذیرفتن شاه درخواست تبریزیان را. اندیشیدنی است که شاه یک ماه و نیم پیش از این فرمان مشروطه را داده بود و این زمان در تهران نمایندگان شصتگانه دارالشورا برگزیده می شدند. به هرچه پاسخ تبریزیان را زود نداد و پس از آن کارها ایستادگی چه انگیزه می داشت؟ پیداست که جلوگیرهایی در میان می بوده و کارهایی در پرده می رفته که ما هنوز ندانسته ایم. رشته کارهای آذربایجان بیش از همه در دست محمد علی میرزا می بود و می توان گفت ایستادگی از سوی این پیش آمده. کارهای آن روزی دربار نچندان در هم و آشفته می بوده که با اندیشه توان دریافت. هرچه بود دولت خواه و ناخواه گردن گذاشت و روز پنجشنبه چهارم مهر ماه می بود که از تهران به ولیعهد پاسخ رسید و او این را با دستخطی از خود به نزد مستر راتسلاو کنسول انگلیس فرستاد و نامه ای هم نوشت و مستر راتسلاو رونویس آن دستخط و آن نامه را با خود تلگراف شاه به نام انجمن عدالت طلبان تبریز به نزد حاجی مهدی آقا و دیگر سران جنبش فرستاد. نیز همان روز تلگرافی از سفارتخانه انگلیس به کنسول رسید که رونویس آن را نیز فرستاد. از این مژده مردم شاد گردیدند و همان روز از مسجد و کنسولگری بیرون آمدند و بازارها را باز کردند و به چراغان و شادمانی پرداختند. نیز همان روز یک دست از سران جنبش و از بازرگانان به باغ شمال به نزد محمد علی میرزا رفتند. محمد علی میرزا آنان را پذیرفت و به سخنانی پرداخت از این گونه: من بیش از شما خواستار قانونی بودن کشور هستم. اگر در کشور قانونی باشد من آسوده تر گردم. سپس داستان کشته شدن کشیش انگلیسی و فشاری را که به ایران آمده بود به میان آورده چنین گفت: در آن پیش آمد 25,000 تومان من و 25,000 تومان امام قلی میرزا تاوان دادیم. اگر کشور قانونی داشتی پاسخ دادیمی که آن کشیش پیروی از قانون ننموده و خود را به کشتن داده. از این گونه سخنان که دانسته نیست دلش از آن آگاه می بود یا نه گفت و باشندگان خوشنودی از گفتار او نمودند و سپاس گذاردند و برخاستند و باز گردیدند. تلگرافی که مظفرالدین شاه به ولیعهد فرستاده چون خود آن در دست ماست پیکرش را در اینجا می آوریم، دستخط و نامه تلگراف سفارت را نیز می نویسیم. نامه ولیعهد به کنسول. موسیو راتسلاو جنرال کنسول، 4 فقره را که اهالی استدعا کرده بودند بر طبق مقررات علیه همایونی مهر و امضا نموده،
دادم دست خط تلگرافی را هم که الان از طرف قرین و شرف ملوکانه در برقراری مجلس و اجرای نظامنامه رسیده فرستادم که به اهالی داده همگی مطلع و شکرگزار باشند و به طوری که آنها تعهد کرده اند مطمئنن بروند بازار را باز کرده و مشغول کسب و کار باشند. 8 شعبان المعظم 1324 دست خط ولیعهد. اولا از طرف قرین و شرف بندگان اعلی حضرت اقدس ارواحنا فدا و از طرف خودم به اشخاصی که در قنسولخانه و مسجد متحسن هستند اطمینان می‌دهم که درباره آنها عفو عمومی خواهد شد و مطلقاً در ازای اقدامات آنها مزاحمتی از طرف حکومت و غیره نخواهد شد. دوم، مجلس شورای ملی را به طوری که بندگان اعلی حضرت اقدس همایونی به ملت اعطا و مرحمت کرده من هم تصدیق دارم و اجرا خواهم نمود و به ولایات جزء هم اعلام خواهد شد. سوم، برای اعطای مجلس شورای ملی که اساس آبادانی، ثروت و ترقی دولت و ملت است، عموم رعیت چه در شهر تبریز و چه در ولایات مملکت آذربایجان چراغان بکنند. چهارم، در تعیین و انتخاب وکلا به زودی قراری بدهند که وکلای تبریز و سایر ولایات معین شده روانه تهران بشوند. تلگراف سفارتخانه. صدر اعظم به این جانب اطلاع داد نسخه های چاپی دستخط اعلی حضرت همایونی در اعطاء مشروطیت و ترتیبات مجلس به امنای آذربایجان و حکام ولایت فرستاده شد و انتخاب وکلا هم در موقع اجراست. شما هم باید پناهندگان و بستی ها را اطلاع بدهید و توضیح نمایید اجرای وعده های اعلی حضرت شهریاری فقط مربوط به دولت ایران است. ضمانت دول در آن باب جایز نیست. بگویید مسلم و آشکار است ترتیب مجلس ملی نیست مگر به مرور. کارهایی که مردم می کردند. بدینسان تبریز آزادی گرفت. پس از این مشروطه در همه جا آشکار شد و به همه شهرها آگاهی رسید و از تهران نظامنامه انتخابات و دستور برگزیدن نمایندگان را به همه جا فرستادند. در برخی شهرها حکمرانان گردن کشی کرده به مردم میدان ندادند، ولی در تبریز و رشت مردم آزادی یافته می جنبیدند. به دیگر شهرهای آذربایجان هم آگاهی داده شد و در آنها نیز تکان پدید آمد. می بایست نظامنامه و دستور از تهران برسد تا نمایندگان را برگزینند، ولی تبریزیان نچندان شوریده بودند که آرام نشینند و رسیدن آنها را انتظار داشته باشند. یک دسته که به جلو افتاده و آن تکان را پدید آورده بودند، مردم دست از دامن ایشان بر نمی داشتند و از گردشان پراکنده نمی شدند. ناگزیر گردیدند، خانه ای گیرند و آنجا را کانونی گردانند. کسانی از توانگران از دادن خانه به آنان بیم می داشتند. میرزا مهدی خان خانه های خود را که در آغاز ارمنستان و نزدیک بازار می بود و خود جایگاه نیکی می داشت به آنان واگذاشت و خود سرکشی به آنجا را به گردن گرفت و از همان زمان بود که به نام میرزا مهدی خان انجمن شناخته گردید. 20 تن از سران جنبش برگزیده شدند که به همدستی علما در انجمن نشینند و کارها را راه برند.
نیز دارندگان هر پیشه ای از چیت فروشان، زین دوزان، میوه فروشان، توتونچیان، قند فروشان و دیگران نماینده ای برای خود برگزیدند و اینان به همدستی انجمن نشینان به کارهایی می پرداختند. هنوز دشمنی برای آزادی پیدا نشده و محمد علی میرزا و پیرامونیان او در بیرون به کاری بر نمی خواستند. ولی مردم دوراندیشانه از پا ننشسته و میدان را تهی گذاردن نمی خواستند. در دلها گرایش سختی برای نیک شدن و نیکی نمودن پیدا شده و مردم را آرام نمی گذاشت. همه آن می‌خواستند که به نیکی‌هایی کوشند و گام‌هایی بردارند. چون بسیاری از پیشگامان از ملایان بوده، در سخنگویی‌ها چنین نموده شده بود که به رواج شریعت کوشیده خواهد شد و هنوز جدایی میانه خواست‌ها پدید نیامده بود. از این رو کوشش بسیار به دینداری می‌رفت. هنگام نیمروز در بازار از هر گوشه آواز اذان برمی‌خواست. در مسجدها و در پشت سر پیش نمازان انبوهی بیشتر می گردید. هر کسی راستی و درستی بیش از پیش از خود می نمود و به دستگیری از بینوایان بیشتر می کوشید. در تبریز کوچه ای به نام قرچیلر کوچسی هست که نشیمنگاه دسته ای کولیان یا قرچیان می باشد. اینان کارشان مطربی بودی که مردانشان دف زدندی و آواز خواندندی و پسرانشان رقصیدندی. چون این کار را گناه شمردندی و از آن سوی خانه های اینان همیشه آشیانه بدکاران بودی که مردم اوباش از فراش های دربار و دیگران در آنجا گرد آمدندی و بدمستی ها نمودندی، این زمان آنان را از کار باز داشتند. بدینسان که برخی را از شهر بیرون کردند و برخی را توبه داده و سرهاشان را تراشیدند. تراشیدن ریش گناه شمرده شدی و جز از درباریان و برخی اوباش به آن بر نخواستندی. در همان روزهای نخست موی ستران سلمانی ها نشستی برپا کردند و با هم پیمان نهادند که دیگر ریش نتراشند. در این باره شعری هم گفتند: تراشیدن ریش موقوف شد. روزنامه ملا نصرالدین ریشخندهای بسیار نوشته و نگاره‌ای به نام میتینق موی ستران تبریز درست گردانید. نان که گفتیم در زمان خودکامگی یکی از گرفتاری‌ها می بود و همیشه زنان و مردان در جلوی دکان‌های نانوایی انبوه شدندی و به فریاد برخواستندی، این زمان در سراسر شهر نان فراوان گردیده و در برابر هر دکانی جز دو سه تن خزنده دیده نمی شدی. پیش از مشروطه نان منی به دو قران فروخته شدی و گفتیم که به جای یک من سه چارک بلکه کمتر از آن دادندی. این زمان بهای آن به 8 عباسی پایین آمد و کم نیز نمی دادند. کم فروشی که خود گرفتاری دیگری شمرده شدی، این زمان به یک بار از میان برخواسته و همه دکانداران خود درست کاری می نمودند و اگر کسی را آرزوی نادرستی می بود، از ترس مردم دلیری نمی داشت. کینه های شیخی و متشرع و کریم خانی در کنار مانده و سنی و شیعی از میان برخاسته، کسی یارای آن که زبان به چنین سخنانی باز کند نمی بود و لعنتچیان به یک بار ناپدید گردیدند. در تبریز از پیش دبستان ها می بود، ولی این زمان گرایش مردم به آنها بیشتر گردیده و در هر کوی توانگران نشست برپا کرده، گفتگو از بنیاد گذاردن دبستان ها می کردند. نیز کسانی به آرزوی پدید آوردن شرکت و بنیاد نهادن کارخانه می افتادند. در این میان کسانی از سران کوشندگان، از شادروانان کربلایی علی موسیو و حاجی رسول صدقیانی، حاجی علی دوافروش، سید حسن شریف زاده، میرزا محمد علی خان تربیت،
جعفر آقا گنجعی، آقا میر باقر، میرزا علی اصغر خویی، آقا تقی شجاعی، آقا محمد صادق خامنه و سید رضا یک نشست نهانی به نام مرکز غیبی برپا کرده و به یک کار ارجدارتر دیگری می‌کوشیدند و آن اینکه دسته‌ای به نام مجاهد پدید آورند. اینها کارهایی است که پس از بیرون آمدن از بست نشینی بیدرنگ به اینها پرداختند و ما دنباله اینها را خواهیم نوشت. باز شدن دارالشورا. در این میان در تهران دارالشورا برپا گردید. گفتیم مجلس چندگاه نظامنامه انتخابات را نوشته و آن را به دستینه شاه رسانید و از روی آن در تهران به برگزیدن نمایندگان آغاز گردید. این نظامنامه مردم را به 6 گروه می‌بخشید. بدینسان شاهزادگان و قاجاریان، علما و طلبه‌ها، اعیان‌ها، بازرگانان، زمینداران و کشاورزان و پیشه‌وران که هر گروهی نمایندگان جداگانه برگزیند و برای تهران 60 نماینده به دیده می گرفت. بدینسان شاهزادگان و قاجاریان 4 تن، علما و طلبه ها 4 تن، بازرگانان 10 تن، زمینداران و کشاورزان 10 تن، پیشه‌وران 32 تن. از این رو بیشتر نمایندگان از بازاریان و پیشه‌وران بایستی بود و خواهیم دید که در مجلس یکم اینان بسیار می بودند. هنگامی که در تبریز جنبش رو داده و آن داستان ها می رفت، در تهران به برگزیدن نمایندگان کوشیده می شد و آن جنبش تبریز پیشرفت این را تندتر گردانید و بسیاری از آنان که دودل بوده و در کنار می ایستادند از دودلی بیرون آمده و به کار پرداختند. روز یکشنبه 14 مهر مجلس گشاده خواستی بود و تا آن روز برگزیدن نمایندگان را به پایان رسانیدند. کسان برگزیده شدند. از شاهزادگان و قاجاریان اسدالله میرزا، یحیی میرزا، حاجی امجد السلطان و معظم الملک. از علما و طلبه ها آقا میرزا محسن، برادر صدرالعلما، حاجی شیخ علی نوری، میرزا طاهر تنکابونی و حاجی سید نصرالله اخوی. از بازرگانان حاجی حسین آقا امین الضرب، حاجی سید مرتضی مرتضوی، حاجی محمد اسماعیل مغازه، حاجی معین التجار بوشهری، میرزا محمود اصفهانی، حاجی محمد علی شال فروش، حاجی محمد تقی شاهرودی، وسوق الدوله، محقق الدوله و مخبر الملک. از اعیانها سنیع الدوله، نصر السلطان، صدیق حضرت، احتشام السلطنه، سعد الدوله، حسین علی خان پسر مخبر الدوله، مشار الملک، اون الدوله، دبیر السلطان، حاجی سید باقر اخوی و سید الحکما. از پیشه‌وران میرزا محمود کتاب فروش، حاجی میرزا ابراهیم خیاط باشی، حاجی سید ابراهیم حریر فروش، شیخ حسین سقط فروش، حاجی محمد ابراهیم وارث، ملا حسن وارث، حاجی محمد تقی بنکدار، دکتر سید ولی الله خان، امین التجار کردستانی، حاجی سید آقا تیر فروش، حاجی میرزا احمد زرگر باشی، حاجی شیخ اسماعیل بلور فروش، مشهدی باقر بقال، شیخ حسن علاقه بند، استاد حسن معمار،
سید حسین بروجردی، شیخ حسین علی، آقا حسین قلی، حاجی عباس علی، حاجی عبدالوهاب، حاجی علی اکبر پلوپز، استاد غلامرضا یختانساز، حاجی سید محمد ساعتساز، حاجی سید محمد باقر، سید محمد تقی هراتی، سید مصطفی سمسار، سید مهدی دلال. از زردشتیان، ارباب جمشید. در این فهرست آنچه می باید نیک دید نام های وثوق الدوله و مخبر الملک و دیگر اینگونه لقبداران است. اینان مردان بنامی می بودند و برخی از ایشان از جهان آگاه و خود کسان کاردانی شمرده می شدند. ما می پرسیم آیا اینان را دل به کشور و توده می سوخت و هواخواه مشروطه می بودند؟ اگر چنین است، پس چرا در آن کوشش ها که دو سید و همدستان ایشان در راه رسیدن به مشروطه می کردند، اینان همراهی ننمودند و در آن روزهای سخت کمترین یاوری نشان ندادند؟ اگر هوادار مشروطه نمی بودند، پس چگونه اکنون به دلخواه نمایندگی مجلس را پذیرفتند؟ پیداست که اینان را خواستهای دیگری در دل می بوده یا جز در پی سودجویی نمی بودند. از آن سوی نامهای مشهدی باقر بقال و حاجی علی اکبر پلوپز دیدنی است. از این گونه کسان ناآگاه چه کار برخواستی؟ در این هنگام که رشته کارها از چنگ دربار درآورده شده و به دست توده می افتاد، مردان کاردان و آزموده می بایست که به جایی رسد، همچون ناصرالملک. نمی گویم مشروطه برای ایران زود بود. ایران اگر در زیر فشار خودکامگی ماندی، مشروطه برای آن همیشه زود بودی. می گویم جنبش خام می بود. در این هنگام پیشوایانی می بایست که با گفتن و نوشتن معنی درستر مشروطه و راه کشورداری چگونگی گرفتاری های ایران را به گوش ها رسانند و از میان توده مردان شاینده و کاردان پدید آورند و چنین پیشوایانی نبودند. دو سید که جنبش را پیش آورده بودند، این کار از ایشان بر نمی آمد. دیگران که کم یا بیش می توانستند آن اندیشه بلندی که به چنین کار پاک دلانه برخیزند نمی داشتند و هر یکی از راه دیگری سود خود می جستند. یکی از کمی های جنبش ایرانیان این بود و خواهیم دید که رسیدن نمایندگان شهرها نیز این کمی را بر نداشت و از میان آنان نیز چنان پیشوایانی بر نخواست. این نمونه خامی ایرانیان است که زمان درازی کوشیده بودند که رشته کارهای کشور را از دست سودجویان و هوسبازان دربار بیرون آورند و کنون که فیروز شده بودند، همان درباریان با رختهای دیگری پیش می آمدند و اینان به میان خود راه می دادند و باز رشته را به دست آنان می سپاردند و زیان این را نمی دانستند. اما گشایش مجلس. روز یک شنبه هنگام پسین، همه وزیران و سفیران و کنسولها و بسیاری از اعیانها با رختهای رسمی در کاخ گلستان گرد آمدند. دو سید و دیگر مجتهدان تهران و همه نمایندگان برگزیده شده نیز بودند. شاه را چون درد پا می داشت در صندلی چرخدارش آوردند، گفتاری که برای گشایش آماده شده بود نظام الملک به نام شاه خواند و چون به پایان رسید موزیک نواخته شد و در همان هنگام از میدان توپخانه 110 توپ شلیک گردید. آن گفتار شاه را در روزنامه ها نوشتند و چون دراز است ما در اینجا نمی آوریم.
پس از شکستن سلام، سفیران و کنسولها و دیگران پراکنده شدند و نمایندگان به مدرسه نظام همان جایگاه مجلس چندگانه بازگشتند و پس از کمی گفتگو چون شب فرا رسیده بود پراکنده گردیدند. آن شب در تهران و دیگر شهرها به نام گشایش پارلمان ایران چراغانی کردند و در همه جا آگاهی از این گشایش پراکنده گردید. فردا دوشنبه دوباره نمایندگان گرد آمده و سنیع الدوله را رئیس و وثوق الدوله را نایب رئیس یکم و امین الضرب را نایب رئیس دوم برگزیدند. چون میبایست نظامنامه داخلی نوشته شود، کسانی از نمایندگان را برای نوشتن آن نامزد گردانیدند. در این میان قانون اساسی نیز نوشته میشد. گویا مشیرالملک و مؤتمنالملک پسران صدر اعظم آن را می نوشتند، یا بهتر گویم ترجمه می کردند. دو سه نشست در همان مدرسه نظام برپا گردید و چون نامه نوشته و از شاه درخواست جایگاهی برای مجلس کرده بودند، با دستور او کاخ بهارستان را که شادروان حاجی میرزا حسین خان سپهسالار در پهلوی مسجد و مدرسه خود ساخته بود جایگاه مجلس گرفتند و نشستها را در آنجا برپا کردند. چون نمایندگان ناآزموده و آنگاه اندک می بودند و در آن کاخ میز و صندلی نمی بود و همه بر روی زمین می نشستند، از نبودن سخن دیگر به گفتگوی نان و گوشت تهران می پرداختند و تا چندی مجلس سرد و بی‌رونق می بود، ولی خواهیم دید که کم کم گرم گردید و به رونق افزود. بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه.